ایران رکورد جهانی را شکست. ایران یکی دیگر از رکوردهای جهانی را به خود اختصاص داد. شاید بهتر باشد بگوییم که حتی رکوردهای پیشین خود را نیز شکسته و همچنان با سرعت سرسام‌آور و حیرت انگیزی به پیش میتازد. هیچ کشوری در جهان نیست که در این رکورد با ایران همشانه شود. ملت‌ها و کشورهای جهان در رقابت‌های گوناگون سعی دارند از یکدیگر سبقت بگیرند. یکی در میدان فناوری و تکنولوژی نوین حرف اول جهان را می‌زند، دیگری در اقتصاد و رشد و ترقی، سومی در علم و دانش و آن دیگر در کشاورزی و صنعت مدرن. برخلاف تمام دولت‌های جهان که تلاش دارند با سبقت گرفتن از دیگر کشورهای دنیا نام و نشان برتری برای ملت و کشورشان در جهان کسب کنند، ایران رکوردی در جهان را به خود اختصاص داده که مایه ذلت و خاری و بدنامی او در جهان است. ایران تنها کشور دنیا است که در هر 4 ساعت یک فرد را بر چوبه دار گلاویز می کنند. به عبارت دیگر روزانه 6 نفر در ایران اعدام می شوند. ایران در خفه کردن صدای آزادی و اعدام مخالفان سیاسی رکورد اول جهان را داراست که در این میان اهل سنت بالاترین سهم را دارند. برخی از آمارها نشان می‌دهد که 90% اعدامی‌های کشور را اهل سنت تشکیل می‌دهند. سالانه این رکورد نه تنها در جهان بلکه در خود ایران نیز شکسته می‌شود و آمار اعدام‌ها از سال 1357 تا به امروز هر ساله از سال پیش سبقت گرفته است. این آمار در چند ماه قبل به تناسب 3 نفر اعدامی در روز بسیار کمتر از این تعداد بود، یعنی 1 نفر در هر 8 ساعت، و الان این آمار به 2 برابر یعنی اعدام 1 نفر در هر 4 ساعت افزایش یافته است. بستگان اعدامی‌ها، روشنفکران ایرانی و انسان دوستان کشورهای دیگر و نهادهای سازمان ملل و مؤسسه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر بارها بر علیه رشد آمار اعدام‌های بی‌رویه در ایران اعتراض کردند. به گفته سازمان عفو بین الملل، سال پیش حداقل 567 نفر در ایران اعدام شدند و از میان این تعداد حداقل 2 نفر کودک بودند. این سازمان میگوید که آمار اعدام‌های ایران 55% کل آمار اعدام‌ها در جهان را تشکیل می‌دهد. ایران که پیش از این رکورد جهانی استعمال مواد مخدر را دارد، اکنون بدون کوچکترین توجهی به قوانین بین المللی حقوق بشر می‌خواهد همچنان رتبه اول جهان را در آمار اعدام‌ها نیز داشته باشد. بنا به گزارش سازمان حقوق بشر، طی ماه گذشته دادگاه‌های انقلاب در ایران حکم اعدام 56 نفر را به اجرا درآورده‌اند. این در حالی است که رسانه‌های داخلی کشور که بوق نظام به شمار می‌روند تنها خبر 7 اعدامی را منتشر کردند. بنابر همین گزارش، 31 نفر از این اعدامی‌ها به اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده بودند که بیشتر آنها از استان محروم و عقب مانده سیستان و بلوچستان که بالاترین آمار بیکاری و فقر و فلاکت و مرگ و میر و نبود مراکز آموزشی را به خود اختصاص داده می‌باشند. 12 مرداد 1395، 20 نفر در استان کردستان به اتهام تروریستی و وابستگی به جماعت توحید و جهاد اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل در 1 مرداد 1394 اعلام داشت بین فاصله تاریخی 11 دی ماه 1393 تا 24 تیر ماه 1394 در ایران 694 نفر به معدل 3 نفر در روز اعدام شدند. در 3 دی ماه 1394، 27 عالم و دعوتگر اهل سنت به اتهام فعالیت ضد نظام اعدام شدند. در 14 آبان 1392، 16 نفر در زندان زاهدان از استان سیستان و بلوچستان به اتهام همکاری با گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. در 7 تیر ماه 1386، سازمان عفو بین الملل از ایران خواست تا در اعدام کودکان تجدید نظر کند. بنا به گزارش این سازمان، از سال 1369 در ایران بیش از تمامی کشورهای جهان کودک زیر سن قانونی اعدام شده است، به طوری که در بین سالهای 1379 تا 1384 11 کودک اعدام شدند و 13 کودک دیگر سالها در زندان ماندند و پس از رسیدن به سن 18 سالگی اعدام شدند. سازمان هیومن رایتس در 9 اسفند 1384 از بالا رفتن آمار اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده، گفت تا
طی دو ماه اول سال 1385 10 نفر در ایران اعدام شدند و 21 نفر دیگر به اعدام محکوم شدند. بنا به گزارش‌های نهادهای دفاع از حقوق بشر، 5000 زندانی در ایران حکم اعدام دریافت کردند و در انتظار اجرای حکم در بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند. طی 6 ماه گذشته 245 نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که رسانه‌های نظام تنها خبر از 45 اعدامی دادند. قریب به اتفاق این اعدامی ها یا از جمله ایرانیان وطن دوستی هستند که به گونه ای از سیاست های جائرانه نظام ولایت فقیه انتقاد کرده اند و یا از فعالان اهل سنت کشور می باشند که به اتهام دعوت به پیروی از تعالیم قرآن کریم و سنت مطهر پیامبر اسلام علیه السلام به اعدام محکوم شده اند. در گزارش 4 ماهه اول سال 1396، مرکز بین‌المللی دفاع از حقوق اهل سنت ایران سنیار آمده است که در طی 4 ماه اول امسال بیش از 44 نفر از اهل سنت در ایران اعدام شدند. روند اعدام فعالان اهل سنت به هدف وحشت آفرینی در میان اهل سنت و اجبار آنها برای پذیرش باورهای مندرآوردی تشیع صفوی حاکم بر نظام همچنان رو به رشد است.